تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه، هر آیه چند دقیقه خیلی فشرده تفسیر میکنیم. خداوندا قرآن را نور فکر ما، نور فهم ما، نور عقل ما، نور علم ما، نور اقتصاد و سیاست و اخلاق و خانواده و تصمیم های ما، نور عمل و افکار ما قرار بده. از اول قرآن که شروع کردیم، جزء چهارم رسیدیم، سوره آل عمران، آیه 153، با هم بشنویم. اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. به یاد بیارید ای مسلمان ها، هنگامی که در جنگ احد با اینکه در حمله اول پیروز شدید، ولی به خاطر شل شدن اختلاف که تتون افتاد شکست خوردید. وقتی شکست خوردید پا به فرار گذاشتید. یادتون باشه، نقاط ضعف ها یادتون باشه. اذ تصعدون، صعود یعنی بالا رفتن، چون منطقه احد قسمتش کوهه. اذ تصعدون، یاد به خاطر بیارید هنگامی که در جنگ احد به هنگام فرار از کوه بالا می رفتید. ولا تلوون علی احد، به هیچ کس توجه نمی کردید. و رسول الله یدعوکم، ولی پیغمبر تو جبهه بود و هی می گفت برگردید برگردید، فرار نکنید. و رسول الله یدعوکم، پیغمبر شما رو فرا می خوان به این که برگردید مقاومت کنید، ولی شما گوش نمی دادید. و رسول الله یدعوکم فی اخراکم، پیغمبر شما را از پشت سر فرا میخوان ولی شما گوش ندادید. فاصابکم غم من به غم، به سزای آن که نافرمانی کردید خداوند غمی بر غمهایتون افزود. لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، به قدری ناراحتی برای شما پیش آمد که دیگه قصه نخورید برای اون غنائمی که از دستتون رفته بود. چون آخه شما علتی که منطقه حفاظتی رو رها کردید جنگ احد این بود که شما گفتید ما اگر خواسته باشیم سر شیفت پست بدیم، جنگ اگر پیروز بشه، جنگی که پیروز شده، اینا که تو صحنه هستن غنائم جنگی رو خواهند بود و به ما که سر شیفتیم چیزی نخواهد رسید. منطقه حفاظتی رو که پیغمبر سفارش کرده بود رها نکنید، رها کردید، به عشق غنیمت و جمع غنائم رفتید. حال یه قصه خدا قسمتی کرد که دیگه این قصه بالاتر از دست دادن غنایم جنگی است. غمی بر غمهای شما افزود، بالاتر از آنچه که از غنایم از دستتون میرفت. فاصابکم غم من به غم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، و حتی بالاتر از آنچه به شما اصابت کرده از زخم ها، یعنی قصه روحی شما بالاتر از زخم هاست. یعنی فهمیدید چه کردید؟ پیغمبر شما رو فرا خواند و شما فرار کردید. پیغمبر رو تو صحنه تنها گذاشتید. وقت خطر مرد نبودید، وفادار نبودید، شرمنده شدید. این شرمندگی بالاتر از اون غنایمی است که گیرتون می آمد. این شرمندگی بالاتر از ما اصابکم، اون جای شمشیر هاست. یعنی سوز این ناراحتی و اندوهی که از نافرمانی از سخن پیغمبر دارید، این بالاتر از اینه که خب قرآن می‌فرماید که والله خبیر به ما تعملون، خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاهه. خب در این که حالا غم من به غم من چیه، کلی بگیم، حالا مصداق تعیین نکنیم، این خداوند به سزای فرار از جنگ و نافرمانی غم‌های فراوانی را یکی پس از دیگری بر شما وارد کرد. این کار در تاریخ سابقه داره، بعد از پیغمبرم، کسانی که امام حسین رو تنها گذاشتن،
کسانی که علی ابن ابی طالب و تنها گذاشتن، اهل بیت تنها گذاشتن، چه گرفتاری های شدن. نقل میکنن که یکی از خلفای بنی عباس لم داده بود کسی آمد گفت با پای من بیعت کن، پای اون خلیفه رو گرفت و باش بیعت کرد، گفت بله، کسی که با دست امام صادق بیعت نکنه، کسی که با دست امام صادق ها بیعت نکند باید با پای منصور دمانقی ها بیعت کند. مردم کوفه امام حسین را دعوت کردن، یاری نکردن، آب خوش از گلوشون پایین نرفت. این آقه والدین که میگن همینه، والدین رهبر و آقه پدر مادر، کسی اگر پدر مادرش رو برنجونه بچه‌هاش رو خواهن رنجوند، کسی اگر رهبر را تنها بذاره تنها خواهن بند و ذلت‌های ممتد و طولانی خواهد کشید. خلاصه نتیجه سستی، اختلاف، پیروی نکردن از فرماندهی، نتیجه چیه؟ شکست، فرار، سراسیمگی، شرمندگی. از توس ادون، کلمه از یعنی یادت نره. آیاتی که اولش از میگه یعنی خاطر مهمه، قابل ذکره، چون انسان فراموش میکنه، انسان گاهی فراموش میکنه، این باید یادش بشه که فراموش نکنه. هنگام خطر انسان فقط به فکر خودشه. از تسعدون، داشتید از کوها بالا میرفتید، ولا تلوون علا احد، به هیچ که اعتنا نمیکردید، یعنی تمام هدفتون این بود که درید. با اینکه بر رسول یدعوکم فی اخراکم، پیغمبر پشت سر شما رو فرا میخوان، میگو برگردید، پیغمبرم گوش به حرفش ندید. یعنی انسان، افراد ضعیف، افراد مادی وقت خطر هیچی نمیبینن جز خودشون و رفاه خودشون. فریاد رهبرم در افراد ترسو و سست ایمان اثر نمیذاره. از این معلوم میشه که روزایی که ما در رفاهیم، روز آسایش میگیم، قربونه دارم، مخلصم، اینا روش نمیشه حساب که روز خطر باید ببینیم. قرآن راجع به ابراهیم میگه ابراهیم الذی وفا، ابراهیم وفادار بود. در وقت خطر خیلی ها بی وفا هستن. اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله، وقت خطر پیش میاد یا الله میگن، فلما نجاهم، همین که نجات پیدا کردن فراموش میکنن. اظهار علاقه هایی که روز آسایش به پیغمبر میکنن اونا مهم نیست. من روزی خطر که پیغمبر فریاد میزنه گوش و حرف میدید یا نمیدید؟ و رسول یدعوکم، از این آیه معلوم میشه که پیغمبر تو صحنه بود، یعنی اون وقتی هم که همه فرار میکنن رهبر نباید فرار کنه، رهبر باید روحیه بده، رهبر باید از همه به دشمن نزدیکتر باشه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد تو جبهه ها پیغمبر اسلام از همه ما به دشمن نزدیکتر بود. و رسول یدعوکم، او باید بمونه. یک لحظه غفلت و کوتاهی در انجام وظیفه باعث میشه که انواع ناگواری ها به انسان هجوم کنه. غمن به غمن، غمی به پیغمبر، به دل پیغمبر آوردید، غمهایی را به دل شما وارد خواهد شد. به هر حال از ناگواری های گذشته با درس بگیریم و دیگه به خاطر از دست دادن اموال یا چشیدن مصیبت غصه نخوریم. فکر نکنیم که حالا اینجا اگر زخمی شدیم این زخم رو چپش کنیم یا این پول از دستم رفت چپش کنیم. گاهی انسان یه سختی رو تحمل نمی کنه، غم من به غم من. این آیه خلاصه چی میگه؟ خلاصه آیه بود که مسلمان ها همه تون وفادار نیستید. خیلی ها که اشهد ان محمد رسول الله میگن، اگر صحنه پیش بیاد که همین رسول الله اینا رو فرا بخونه گوش نمیدن. ما آدم داریم عشق میریزه که چرا حق حضرت زهرا را فدک را ندادن، کلی هم گریه میکنه اما خودش هم سهم امام نمیده. چه فرق میکنه حق زهرا را ندهیم یا حق حضرت مهدی را ندهیم؟ خیلی ها هستن که میگن اگر وضعم خوب بشه به فقرا کمک میکنیم، وضعش خوب بشه کمک نمیکنن. خیلی وقتا انسان یه حرفای میزنه وقت عمل چیز دیگه در میاد. یادتون نره که شما نامرد بودید، پیغمبر رو تنها در احد گذاشتید، پا به فرار گذاشتید، هرچی پیغمبر صد و زده گوش ندادید، هدفتون نجات خودتون بود، غم به دل پیغمبر آوردید، غمها به دلتون آمد.
خدای طور به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده رفتار و گفتارمون جوری بشه که غمی به دل حضرت مهدی وارد نکنیم، که اگر دل آقا رنجیده بشه رنجها و بعد از رنجها نصیب ما میشه. تا اینجا تمام و السلام علیکم و رحمت الله.